درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون تیش، به اولین برنامه چهره ها و اندیشه ها خوش آمدید. در این برنامه ما با هم در گفتگویی با شخصیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی با زندگی و اندیشه آنها آشنا می شویم. اولین مهمان این برنامه دوست عزیزم، خبرنگار برجسته کشورمان احمد رأفت می باشد. احمد رأفت عزیز، سپاسگزار که در این برنامه نخستین چهره ها اندیشه ها شرکت کرد. البته واقعا کمال افتخار برای من که در برنامه آغازین چهره ها و اندیشه ها شرکت داشته باشم و فکر میکنم بسیارند کسانی که بیش از من لایق این هستن که در این چنین برنامه شرکت کنه. نه، اصلا اینطور نیست. هر انسانی ارزش خاص خودش رو داره، به خصوص احمد رأفت عزیز ما. میدونین شخصیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ما وقتی به روی تصویر میان، وقتی مقالاتشان رو میخونیم، تنها از یک بود با این چهره ها ما در واقع آشنا هستیم. اون بودی که آنها با اجتماع در واقع ارتباط برقرار می کنن. کمتر می دونیم در زندگی خصوصی چگونه رفتار می کنن، به چه مسائلی علاقه دارن، از کجا میان و اهداف آرمان های شخصیشون چگونه در واقع تعریف میشه. البته شما لازم نیست که به هر پرسش من جواب بدید، هر جا که لازمه خط قرمز رو حتما بکشید. اما قبل از هر چیز، احمد رأفت کیست جدا از یک ژورنالیست بودن؟ من فرزند یک خانواده دو ملیتی هم. مادرم ایتالیایی است، پدرم ایرانی، متولد تهرانم. تحصیلاتمو در تهران انجام دادم تا دیپلم، منهای یک سال که در ایتالیا به دبیرستان رفتم و اونم به خاطر اینکه در تظاهراتی در اون سالها که به مناسبت گران شدن بلیت اتوبوس شرکت واحد برگزار شد، من دبیرستانی که داشت تحصیل میکردم و وادار به اعتصاب کردم و در پیامد اون دستگیر شدم و پدرم بعد از آزادی من، البته 24 ساعت بیشتر در زندان نبود، در زندان نه، در کلانتری زندانم کشیده نشد، گفت اگر میخوای مبارزه دموکراتیک کنی برو توی کشور دموکراتیک، و منو سواره یه هواپیما کرد فرستاد ایتالیا پلوی پدر و مادر بزرگم. ولی خب چون پدرم معتقد بود که آدم باید در زبانی در کشوری که به دنیا اومده دیپلمشو بگیره، حالا چراش هیچ وقت برای ما بازگو نکرد، برای گرفتن دیپلم به ایران اومدم، بعد دوباره رفتم به ایتالیا و در رشته حقوق سیاسی تحصیل کردم، بعد مدتی هم در آلمان بودم که یک دوره در دانشگاه فرانکفورت دیدم در رابطه با روانشناسی وسایل ارتباط جمعی، و بعدش هم از سال 1976 به طور حرفه‌ای و رسمی وارد حرفه خبرنگاری شدم در یک روزنامه کوچک ایتالیایی به نام روزنامه مردمی که از اسمش پیداست، روزنامه وابسته به گروه های چپ بود، در بخش بین المللیش آغاز به کار کردم و اولین ماموریتم هم پوشش جنگ داخلی لبنان بود که در اون سالها آغاز شده بود، و از اون به بعد به عنوان خبرنگار جنگی با تخصص در خاورمیانه و تروریسم خاورمیانه‌ای
که امروز اسمش تروریسم اسلامی اصولا کار کردم و تمام میتونم بگم جنگ های مهم سه دهه اخیر رو درش حضور داشتم، به عنوان خبرنگار پوشش دادم. وقایع مهمی تاریخ ساز از انقلاب اسلامی در ایران، من در نفل و شاتو زمانی که آقای خمینی اونجا بودن از اونجا گزارش میدادم. وقایع مهم دیگه سقوط به قول معروف دیوار برلین و تمام کشورهای سوسیالیست سابق که یکی پس از دیگری حالا هر کدوم به نحوی متفاوت از دیگری سقوط میکردن، از رومانی چاوچسکو که حالت انقلابوار و کودتاوار داشت تا جدایی جمهوری چک از اسلوواکی که بسیار دموکراتیک انجام گرفت و کشورهای دیگر شرکت کردم و در تمام مسائل خاورمیانه، تمام جنگ ها و انتفاضه های مختلف، تمام جنگ یوگسلاوی سابق و پوشش خبری دادم از اسلوونی تا کوزوو که آخرینش بود. در جریان گزارش از موقعی که بحران کوزوو به عنوان مثال، هنگامی که تهیه سرگرم گزارش دادن برای اتفاقا یکی از رادیوهای فارسی زبان بودم، در میان گزارش دستگیر شدم توسط نظامیان سرب و تلفن از دستم گرفتند. و آخرین بقایی هم که پوشش دادم از نزدیک جنگ عراق بود. من ابتدا در کردستان و در بغداد این جنگ رو پوشش دادم و بعدش هم چندین بار باز برای گزارش در رابطه با بغداد، انتخابات در عراق به بغداد سفر کردم، حتی چند ساعتی هم اونجا بگیم به گروگان گرفته شدم، ولی خب احتمالاً به دنبال یک خبرنگار 100% غربی بودن و به محض اینکه مطلع شدن من نیمه ایرانی هستم اینجا خوشبختانه بلم کردند و روز بعد من یکی از همکارانم، یکی از دوستانم، خانم جولیان از گرن ایتالیایی رو گرفتن که ایشون البته چندین و چند هفته اونجا بود و دولت ایتالیا مبلغ بسیار هنگفتی برای آزادیش پرداخت کرد و در جریان آزادیش رئیس عملیات برون مرزی سازمان امنیت ایتالیا کشته شد. کم و بیش فکر میکنم کم اصلا خبرنگارانی که سه دهه جنگ و پوشش داده باشن، چند حدود 120 نفر بیشتر نیستن، چون اصولا فرسوده میکنه آدم و پوشش جنگ ها، یعنی جنایاتی که آدم میرینه، خون ریزی ها، مرگ های بیهوده، بسیاری طاقت نمیارن و بعد از یک مدت تغییر تخصص میدن، به رشته های دیگه میپردازن. من اگر به خاطر مسائل شناسنامه ای، یعنی سنی که خب بالاخره جلو میره نبود و انتخاب آزاد داشتم، فکر میکردم که هرگز خبرنگار جنگی بودن و به چیز دیگری ترجیح نمیدادم و نمیدهم. متاسفانه خب با گذشت زمان و به دست آوردن تجربه، نشریات یا رسانه‌ای که آدم برایشون کار میکنه میخوان حداکثر استفاده از این تجربیات بکنن و بنابراین مسئولیت های دیگری به آدم واگذار میکنن که عمدتا آدم رو میزنشین میکنن. و فعلا نیمه میزنشینم، چون به هیچ وجه حاضر به ترک عادت قدیمی سفر به این سوی اون سوی جهان در جستجوی خبر هستم و گاه به گاه به قول معروف فرار، به قول صاحب ادیتور یا ناشر خبرگزاری که من توش کار میکنم میگفت مثل انسانهایی هستی که تو جنگل بزرگ شدن، آدم وقتی میارتشون در یک محیط شهری تا مواظبشون نیست در میرن یه سری به جنگل بزنن. منم تا میتونم، تا امکانش واسم میاد، فرار میکنم از میز و دفتر. احمد جون اگه موافق باشی برگردیم به خانه پدری، میرسیم به
داستان‌های بعدی احمد رأفت این سن و سال. خانه پدری چگونه بود؟ با یک مادر ایتالیایی و یک پدر ایرانی در میان دو زبان. مادر به چه زبانی باید صحبت میکرد؟ به زبان ایتالیایی، برای اینکه ما ایتالیایی رو یاد بگیریم به زبان ایتالیایی صحبت میکرد، هرچند که مادرم فارسیش به هیچ اشکالی نداشت. البته من وقتی خیلی کودک بودم مادر و پدرم فرانسه با هم صحبت میکردن، چون پدرم ایتالیایی یاد گرفته بودن و مادرم فارسی، ولی که تا اونجایی که من خوب به خاطر دارم مادرم کاملا فارسی صحبت میکرد. پدر فارسی، فرانسه زبان دومش فرانسه، فرانسه بود. من پدرم بخش آخر تحصیلش کجا با هم آشنا شدن؟ در شهر روم. پسرخاله پدر من در سفارت ایران در روم کار میکرد و پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم، هم در وزارت خارجه ایتالیا. این دو نفر هم دیگر رو میشناختند. روزی پدرم که اون زمان برای دیدن پسرخالش در روم به سر میبرد، همراه پسرخاله در یکی از کافه های معروف، خیابان معروف ونتو یا ونتو معروف که در دهه 60 محل نشست و برخاست کافه‌هاش شاهزادگان و تاج پسران به قول ایتالیایی و هنرپیشه‌های معروف هالیوودی و بین المللی بود، یکی از معروف‌ترین کافه‌هاش اسمش از کافه دو پاری که پاتوق کسانی مثل فاروق پادشاه سابق مصر و گری کوپر و اینجور افراد بوده، نشسته بودن و پدر بزرگ من و مادرم از اونجا رد می‌شدن. پدر بزرگم برای احوال پرسی با پسر خاله پدرم میستن و اونطوری که برای ما تعریف کردن، اون ایستادن چند دقیقه‌ای پدر بزرگ من برای گفتگو با پسر خاله پدرم کار دست داد. کار دست داد. چند برادر خواهر هستی؟ من یک خواهر از این مادر دارم. پدرم از همسر قبلیش یک پسر داره، برادر بزرگتر منه، که در آمریکا زندگی میکنه، مهندس هواپیماست بازنشسته، و یک خواهر که از من کوچکتره و در ایتالیا زندگی میکنه، خانه داره. و یک سه عجیبه است که من و خواهرم به فاصله 5 سال در یک روز به دنیا اومدیم. دو قلوی جدا از هم هست. جدا از هم. چند سال مادر در ایران زندگی کرد؟ مادرم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 1328 به ایران آمد، 27 یا 28 به ایران آمد و چند ماه قبل از انقلاب اسلامی ایران رو ترک کردن پدر و مادرم، چون پدرم بازنشسته شد و تصمیم گرفتند دو خانه‌ای زندگی کنن، مدتی در ایتالیا در سال، مدتی در ایران. ولی کن خب این به قول معروف نقل و انتقال یک بار بیشتر انجام نگرفت، چون با انقلاب اوضاع عوض شد و پدرم مجبور شد که در ایتالیا باقی بمونه. مادرم یکی دو بار بعد از انقلاب به ایران رفت برای اینکه خونه رو ببنده به قول معروف و کاملا بقیه وسایل و چیزایی که لازم داشتن رو بیاره به ایتالیا. ولیکن پدرم تا زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به ایران نرفت. اون زمان یک بار به ایران رفت که اونم بازگشتش به ایتالیا و مشکلات بسیاری روبرو شد و با دخالت دولت ایتالیا، از جایی که پدرم شهروندی ایتالیا رو داشت و دارای بالاترین نشان دولتی ایتالیا است که سالها پیش 30 سال قبل گرفته بود به خاطر فعالیت هایی که در زمینه دوستی بین دو کشور انجام داده بود، سفارت ایتالیا اقداماتی انجام داد که بالاخره بعد از یکی دو ماه پدرم بتونه از ایران خارج شه، برگرده ایتالیا و 1.5 سال و 2 سال بعدم فوت کرد. من فکر میکنم احتیاج داشت برای آخرین بار بره کشورشو ببینه، مثل بسیار از سالمندان که حس میکنن که باید یک بار دیگر برن محل تولدو ببینن قبل از مرگ. پدر روزنامه نگار بود و روزنامه یا مجله رأفت رو بله من انتشار میده. من در طبقه دوم خونه زندگی میکردیم. طبقه اول وقتی من به دنیا آمدم، طبقه اول دفتر روزنامه پدرم بود،
من خاطرات گنگی دارم، چون من 2-4 سالم بود که روزنامه رو تعطیل کردن به دستور مقامات، برای همیشه تعطیل شد. شلوغی یک هیئت تحریریه، رفت آمد روزی، به ویژه چیزی که خاطرم هست موقعی که روزنامه رو از چاپخونه هفته نامه بود از چاپخونه می آوردن و به این نوعی مخصوصی تاش میکردن، برای اینکه بعد یه دونه باندرول یه کاغذ دورش بزنن برای کسانی که آبونه بودن تم بزنن و بفرستن این حرفا. من خاطره که خیلی واضح دارم، چون میشستم کمک میکردم به این تا کردن ها و خیلی دوست داشتم این عمل رو. البته ما تمام چندین بار منزل عوض کردیم، با اینکه پدرم دیگه حرفه خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری کنار گذاشته بود، ما همیشه در خونمون پلاک روزنامه رفعت، چون روزنامه به اسم همین رفعت انتشار میشه، همیشه در خونمون، چون پدرم علاقه بسیار داشت. بنابراین من میتونم بگم در حقیقت من از بعد به تولدم با حرفه امروزیم در تماس بودم. به نوعی خودم در بسیار جوان، من اولین مقالاتم رو در 14 سالگی کجا؟ برای در ایران به انتشار رسوندم در مجله جوانان، آقای به مدیریت آقای اعتمادی. ری اعتمادی. احمد جان، در خانه‌ای که زندگی می‌کردی، خب مادر ایتالیایی، پدر ایرانی، پدر روزنامه‌نگار، به هر حال با بخش جامعه روشنفکر ایران آن زمان احتمالاً ارتباطات بسیاری خانواده داشتن. با چه کسانی دوران کودکیت در واقع از شخصیت هایی که امروز میتونه برای ما آشنا باشه آشنا شدی؟ من پدرم بسیار از دوستانش، چون بعد تعطیل روزنامه به قول معروف و در اون هنگام هم با بسیاری از دولت مردان وقت دوست و آشنا و رفیق بود، همراه بود و همچنین با برخی از هنرمندان و روشنفکران. دوستان پدرم شخصیت های مهمی هم بینشون بود، مثل آقای دکتر اقبال، سالیان سال رئیس شرکت نفت بود، وزیر بود، آقای علا که وزیر دربار بود، آقای دیبا که یکی از سرمایه گذاران بسیار بزرگ ایران بود و برادر ناتنی آقای دکتر مصدق بود. ما با دکتر مصدق، پدرم با پسرشون خیلی دوست بود، دکتر غلام حسین خان مصدق، و اتفاقا چندین بارم من در کودکی رفتم احمد آباد دیدن این آقای مصدق. خیلی جالبه، پدر دوستان زیادی داشت، متفاوتی داشت، که از جایگاه سیاسی متفاوتی برمی اومدن. احمد رفعت اما کیو انتخاب کرد تو همه اینا؟ من شاید به خاطر یک، من اصولا روی آوردن به مسئله سیاسی، من اگر اکثر دوستان خانوادگی من هیچ کدوم سیاسی نبودند و نشدند و نیستند، من روی به سیاست آوردم برای اینکه شاید به خاطر همین دو ملیتی بودنم. من تمام تابستان ها رو در ایتالیا بودم پلوی پدر و مادر بزرگم. این تفاوت های اجتماعی، یعنی می دیدم چقدر روابط اجتماعی در این دو کشور با هم متفاوتند، بنابراین بعضی از این تفاوت های بسیار طبقاتی در ایران از همون نوجوانی برام قابل پذیرش نبود. من به خاطر یک عمل اشتباه پدرم رو به سیاست آوردم. رسم بود اون زمان قبل از انقلاب که فکر میکنم الانم باشه، چون من فکر نمیکنم از این نظر هیچ گونه تغییری شده باشه در ایران. شاید تغییر کرده کسانی که از این نوع مزایا برخوردارند تغییر کرده. مهمانی بود در خونمون و کلانتری محل یه مأمور پلیسی که اون زمان گفته میشد آژان بهشون میفتن در خونه که مواظب ماشینا باشه، چون در ایران سنت اون زمان ها دزدیدن قالپاق ماشین و برف پاک کن و این حرفا بود. زمستان بود، یادم این مأمور احتمالا زمانی برای گرم کردن خوش دور شده بود، جای رفته بود. دزدی بسیار با شهامت
یک ماشینی که پلاک شهربانی شماره 2 رو داشت برف پاکنش رو دزدیده بود و برف بود در تهران. من و پدرم صاحب ماشین رو تا دم در بدرقه کردیم. این اومد برف پاکن نیستن و فلان این حرفا و پدرم شدیداً به اون مامور پلیسی اونجا بود که به هیچ وجه وظیفه‌اش نیست بره مهمونی‌های شخصی رو از ماشین‌ها نگهبانی کنه رو بهش بی‌احترامی می‌کرد. من این مسئله در زندگی من یک نقطه عطف زندگی من عوض کرد. چون من نگاه این مرد رو که 40-45 سالشون زمان بودی مامور پلیس رو که اینگونه تحقیر شد اونجا هنوز تو خاطرم هست و تصمیم گرفتم اونجا که جامعه نمیتونه با تحقیر کردن انسان ها نمیشه و شروع کردم خوندن کتاب و این حرفا و اون تظاهرات پیش اومد و بدون اینکه کسی به من گفته باشه ما خونمون در نزدیکی دانشگاه تهران بود دیدم تو دانشگاه من برای رفتن به مدرسه از جلوی میله های دانشگاه رد میشدم دیدم شلوغه با چند برخی از این دانشجوهای دانشگاه ما بعد از اون گفتم فوتبال بازی میکردیم من در بیرستان بودم گفتم چه خبره بهم گفتن تظاهرات میکنیم واسه اینکه بلیط اتوبوس گرون شده منم رفتم مدرسه و از اتاق مدیر مدرسه این بلنگوهای دستی بود بلند کردم آمدم تو حیات مرسی زنگ تفریح ساعت 10-10:30 اینطورا یه زنگ تفریح بود و تمام بچه های دبیرستان رو دعوت کردم به همبستگی با دانشجویان و اعتراض به قیمت و هیچ کسی نه به من با هیچ کس در تماس بودم جسد خودجوشی بود و اکثریت دانش آموزان اون مدرسه هم پیوستن به این تظاهرات و ما نرفتیم سر کلاس و تو مدرسه بودیم چون بلافاصله بعد پلیس اومد مدرسه تقریبا مدرسه کرد اون سال من میرفتم دبیرستان خوارزمی شماره 1 که نزدیک دانشگاه هم بود و هیچ کی سر کلاس نرفت و کلاس همه تعطیل شد و چهارم بعد از اون موقعی که از مدرسه اومدیم بیرون چون مدرسه تعطیل میشد دستگیر شدم و از اونجا به قول معروف کاریر سیاسی من شروع شد. دوران جوانیت کودکیت با چه نمونه هایی یا دوران کودکیت از جلوه هایی از فرهنگ یا هنر آشنا شدی؟ حتما آشنایی طبیعتا یا از طریق مشاهده بوده یا از طریق گوش بوده. مشاهده به معنای عمیق علمی خودش نیست، شناخت از طریق علمی خودش نیست. چه نواهایی در تو در واقع اثر میگذاشت؟ نوای مادر بود، آوازهای ایتالیایی بود یا ترانه های ایرانی بود؟ من با اپرا بزرگ شدم، چون چه پدرم اپرا زیاد دوست داشت و تقریبا تمام اپرا ها اون زمان در صفحه های 33 دور دویچه گرامافون و اون سگی که در محافظ گرامافونه داشت. چه پدر بزرگم در ایتالیا، با این تفاوت که پدر بزرگم منو تابستونا میبرد اپرای سرباز که تابستونی که در روم است در کاراکالا و من موسیقی اپرا و کلاسیک داشتم. البته باید بگم که در اون زمان ها به خاطر سنم، به خاطر مسائل مد، بیتل ها زمان خب بیتل ها رو دوست داشتم، رولینگ ستونز. من تو گروه موسیقی اون سالایی که در مدرسه اندیشه بودم یه گروه موسیقی پاپ تشکیل شده بود، خواننده دوم بودم و اصولا هم آهنگ های ما بیش از بیتل ها ما اون زمان آهنگ های رولینگ ستونز رو میخوندیم چون خشن شده بود دیگه. بله خشن تر بود یه مقدار، به قول معروف اصطلاح اون زمان بیتل ها یه مقدار سوسولی بود، ما میخواستیم خشن تر باشیم. آهنگ های رولینگ ستونز و برخی دیگه از خواننده ها رو استفاده میکردیم. ولی خب من از کودکی هم میگم هم با این آزاد شدم، هم یکی از دوستان صمیمی پدرم، یکی از آهنگسازان معروف ایران آقای جواد معروفی، استاد همه ما، من ایشون تو این دورهای خانوادگی هر خونه ای که خب هر هفته در یک منزل، هر منزلی که یک پیانویی بود خب ایشون یکی دو قطعه میزدن و من از بچگی دوست داشتم برم زیر پیانو دراز بکشم بخوابم و صدای این پیانو رو از زیر بشنوم، اون ارتعاشاتش. بله و هنوزم من هر وقت
میخوام احساس آرامش بکنم، کاست های آقای معروفی رو دارم، چند روز به صورت کاست دارم قدیمیه، اونا رو میذارم و به آرامش دست میده. ببینید اینکه یکی از این آهنگا رو آقای معروفی برای مادر من ساختن که راپسودی ایتالیاییه. و پس داستان این قطعه در واقع اینه، هدیه به مادر شما، هدیه به مادر منه. و چون مادر من باجی که ایتالیایی بود، در بسیاری موارد از خیلی ایرانی ها ایرانی تر شد. من مادرم ایران و وطن خودش میدونست، ایتالیا رو کشور دومش میدونست. احمد جان با هم میریم یه قطعه از معروفی گوش میکنیم، اما این بار نه با پیانو، با یه کوارتت زی. اولین باره که اثری از جواد معروفی برای کوارتت زی در واقع تنظیم میشه. به یاد مادر، به یاد دوران کودکیت با هم میریم قطعه رو گوش میکنیم و به یاد جواد معروفی و به یاد جواد معروفی بابا باشید. این هم ملودی زیبایی از جواد معروفی. سالها پیش در لندن احمد جان ما برنامه ای رو تدوین کردیم، هنرمندان بدون مرز، و از فرموش و بهزاد، از فرید عمران به عنوان دو آهنگساز بسیار خوب دعوت کردم که آثاری برای کوارتت زهی بنویسن. ما بسیار کم داریم آثار برای کوارتت زهی و آنچه را هم که داریم کم به گوش میرسه، ولی به هر حال آثاری هستند مثل موسیقی محلی ما
که بهش میگم موسیقی محلی، که من به عنوان موسیقی محلی این نام محلی رو قبول ندارم، در واقع موسیقی ملی ما هستن، از آن ملیت‌های متفاوت ما، و اتفاقا مایه‌های بسیاری دارن برای اینکه بشه در یک سطح جهانی رو اونها کار کرد، و این نمونه ای از این بود که میشه در یک شکل دیگه هم در واقع این موسیقی عرضه بشه. به یاد جواد معروفی و این خاطره زیبای کودکی احمد رأفت که زیر پیانوی جواد معروفی می نشست و گوش می کرد. خب اگر بخوایم در ایران بمونیم، به زندگی خانوادگی که اتفاقا جالب و جذابم هست، شاید وقت به ما اجازه نده. کی ازدواج کردی؟ من برای دوبار ازدواج کردم. من بار اول در سال اول دانشکده ازدواج کردم با یک اون زمان دختر خانم ایرانی، الان یک خانم محترم ایرانی، منتها که حاصلش پسر بزرگم به نام نیما، که اون هم به نوعی به دنبال حرفه پدری و اجدادیست و گرداننده یکی از آژانس‌های عکاسی خبری در کشور ایتالیا است و نمایندگی چندین آژانس بین‌المللی عکاسی بخش عکسشون رو در ایتالیا داره و بیش از 100 عکاس هم خودش در سراسر جهان داره که براش کار میکنه. متاسفانه به خاطر جوانی هر دو، ازدواج در سن 18-19 سالگی خب خیلی وقتا عقلانی نیست، جدا شدیم و چندین سال بعد، دقیقا 28 سال پیش، برای بار دوم با همسر کنونیم که ایتالیایی است ازدواج کردم و از این ازدواج دومم پسر دیگری دارم که دانشجوی حقوق سیاسی است. بچه‌ها با هم رابطه‌شون چجوری؟ بسیار. دوستن؟ برادرن؟ برادرن و قبول نمی‌کنن که هیچ کی بگه بالای چشم دیگری ابروست. فوق‌العاده است. به خاطر پدر یا به خاطر مادر یا به خاطر هر دو؟ رفتار هر دو؟ من فکر می‌کنم نه. من به دلیل اینکه اکثرا مسافرت بودم، در حقیقت همسر دومم هر دو تا رو بزرگ کرده. و پسر بزرگم هم همیشه صحبت میکنه، میگه من دو تا مادر دارم، چون همسر کنونیمو مثل مادرش میدونه. چه حس خوبی. به قول معروف تمام اسرارشو با این مادر دوم در میان میذاره، چون مادر اولم به ایران بازگشته، بنابراین باش رابطه اونطوری مستقیم نداره. و من بسیاری اوقات از همسر دومم میدونم که پسر بزرگم، که در حقیقت البته من اگر همسرم بشنوه که میگم پسرش نیست ناراحت میشه، ولی در صورت با ایشون در میان میگذاره و ما به طور عادی به نظر فیزیکی یا فیزیولوژیک مادرش نیست، ولی در همه چیزهای دیگر مادرش هم. و الانم که پسرم بچه دار شده و منو پدر بزرگ کرده، هرچند که گاهی وقت خودم تو آینه نگاه میکنم و نمیخوام قبول کنم که پدر بزرگ شدم، کسی که دنبال این دختر کوچک است به نام میترا، همسر کنومی که به تمام معنی مادر بزرگوار عمل میکنه، خیلی بیشتر از آنچه که من پدر بزرگ هستم ایشون مادر بزرگه. البته این شانسی است که کم اتفاق میفته تو زندگی آدم، با زنی آشنا شه که بعد فرزند که از همسر قبلی داره به عنوان فرزند خوش بپذیر و مادروار رفتار کنه به این گونه. واقعا میتونم از این نظر بگم آدم خیلی خوش شانسی بودم. خب احساس خوشبختی هم میکنی؟ من فکر کنم خوشبختی نسبی است و بستگی داره که زندگی لیوانی است مثل لیوان آب، بستگی داره آدم چطور بهش نگاه کنه، نیمه خالی یا نیمه پر. من سعی کردم همیشه به زندگیم
نیمه پر بدونمش، یعنی قبول کنم آنچه که هست و راضی باشم به آنچه که دارم. فوق‌العاده است. خب احمد رفعت در عنوان خبرنگار جنگی در همونطور که گفتی در شرایط بسیار خطرناکی حضور داشتی طی این سالها. من خانواده چه میکنه؟ من از ابتدا قبول کردند و با اون ساختند. احتمالا خیلی اوقات زیاد نگران بودند، ولی هیچ وقت این نگرانی رو تبدیل به ابزار فشار بر من نکردند و من از این نظر چه به فرزندم چه به همسرم چه به پدر مادرم هم مدیونم که هیچ وقت از من نخواستند حتی یک بار نرم، هرچقدر خیلی وقتا نگران بودند در مناطق جنگ. اروپایی ها میگن هر کی یک فرشته داره که شخصی که همیشه به دنبالشه و سعی میکنه که از خطر نجاتش بده. من فکر میکنم اگر این واقعیت داشته باشه، این فرشته ای که مسئولیت حمایت و حفاظت از منو داره بسیار به کار خودش وارده. چون من در تمام این جنگ ها یک بار تیر خوردم که اونم دقیقا جراحت بسیار سختی در بازو بود که هیچ اثری باقی نگذاشت. در اریتره زمان جنگ اتیوپی و اریتره. او پس آفریقا هم بودی؟ بله. فقط چند بار. سومالی، اریتره. و بارها دیگه واقعا شانس داشتم. من در جریان جنگ بوزنی همراه با عکاسی که با من اون سالهای جنگ رو گذروند، دو خبرنگار، یک خبرنگار تلویزیون، مهمترین شبکه تلویزیون مکزیک تلویزا رو که ماشینشون با اشکال روبرو شده بود سوار کردیم، به علاوه فیلم بردارش که یک جوان بلژیکی بود. منطقه رد می شدیم که به قول معروف این از بالای یک تپه سربها این منطقه مسلمان نشین رو تحت کنترل داشتن و از اونجا با تفنگ‌های شکاری، یه دوربیندار، کسانی که در خودرویی که حرکت میکرد اونجا رو سعی میکردن بکشند با تک گلوله. و این بلژیکی که پشت سر من که رانندگی میکردم نشسته بود در اون منطقه، با وجود اینکه ما جلیقه ضد گلوله داشتیم، کلاهخود سرمون بود، کلاهخود نظامی ضد گلوله، زدن در گردنش و شاهرگش رو بریدن و فکر میکنم در جا به قتل رسید، کشته شد. وقتی ما رسیدیم به پایگاهی که چند کیلومتر مرتب بود و ما فکر میکردیم زنده است، چون آدم امیدواره. خیلی وقت تحویل دکترای این پایگاه نظامی بود، مال نظامیان اسپانیایی بود، تحویل دادیم و بعد اینا اومدن ماشین منو کنترل کنن چی شده فلان. یکی از این نظامی ها یک حرفی زد، یه مکانیک نظامی سرجوخه که مکانیک بود، گفت حساب کردم اگر 1.5 میلیمتر کمتر روی گاز ماشین فشار آورده بودی این گلوله تو گردن تو خورده بود. نمیدونم چرا رو چه حسابی این آقا این حسابو کرد، منتها از اون وقت به بعد حتی به میلیمترم من حساسیت پیدا کردم، چون دیدم 1 میلیمتر فاصله است بین مرگ و زندگی. خطر بوده هست، منتها من فکر میکنم اگر کسی از شنوندگان جوونه و میخواد خبرنگار بشه و احتمالا دوست داره خبرنگار جنگی بشه، یک چیز فقط، یک پند یا اندرز یا سفارش دارم. بسیار مناسبه. ترس، کسی بگه من نمیترسم دروغ میگه، چون آدم انسان محاله در مقابل خطر و مرگ نترسه. ترس رو نباید گذاشت که تبدیل به وحشت بشه، چون وحشت خیلی وقتا باعث کشته شدن افراد میشه. خبرنگار وحشت زده کنترل اوضاع از دستش در میره و خطر رو چند برابر میکنه، هم برای دیگران، هم برای خودش، هم برای دیگران. من یک داستان رو تعریف میکنم بسیار کوتاه. در زمان جنگ کرواسی
در شهری به نام اوزیک که زیر بمباران سخت سرپا قرار داشت، یه روز شروع کردن بمباران، بیش از یک ساعت و نیم بمباران کردن لاینقدر تمام شهر. در اون روز 7 تا خبرنگار، 4 تا روس و 3 فرانسوی کشته شد. بهش کدومشون در اثر بمب نمرد. در 2 تا ماشین بودن اینا. به جای اینکه بیستن از ماشین بیان بیرون و سعی کنن سرپناهی پیدا کنن زیر زمینی، چون زمان بمباره، اینا شروع کردن از این ور شهر به اون ور رفتن با سرعت 130-140. فکر میکردن از بمبا فرار میکنن، نمیدونم از کجا فکر میکردن، چرا این ور شهر بمب خواهد افتاد اون ور نخواهد افتاد، و سر یه چهارراه 2 ماشین ما هم تصادف کرد. هر 2 ماشین و سرنشینانشون 8 نفر بودن، یکی زنده موند، 7 نفر کشته شد. این وحشت، چون آدمی که یک ذره دچار وحشت هم شد تنبا بکنه، اینه بمب آدم میره زیر زمین، همیشه گفتن آدم باید بره یه سرپناه پیدا کنه. ما دقایق آخریم احمد رفعت، من فکر میکنم یک زندگی این چنینی پر از کار، تلاش و در ضمن اندیشه نمیتونه در 60 دقیقه تعریف بشه. اگر به تمام این لحظات، دوران کار و زندگی نگاه بکنی، زیباترین خاطره برای تو امروز چیست؟ اگر به زندگی شخصیم نگاه کنم، زیباترین خاطره تولد 2 تا فرزندم. اگر به زندگی حرفه‌ایم نگاه کنم، زیباترین خاطرم زمانی است که رفتم به جنوب ایتالیا، زلزله سختی در ناپل و حوالیش انداز شد و رسیدیم، اولین کسانی بودیم، من و یک خبرنگار یه روزنامه فرانسوی لیبراسیون، مارک سمو، با هم از روم را افتادیم با ماشین. رسیدیم شهری که هنوز کمک ها نرسیده بودن، آتش نشانی نرسیده بود، پتافند ملی نرسیده بود، هیچی نرسیده بود. ما رسیدیم و دنبال خبر و گزارش و تهیه گزارش بودیم، صدای از زیر آوار بجونم. ما 2 نفری نشستیم با ناخون، سنگ و اینا رو یواش یواش تکون دادیم و یک خانوم 60-70 ساله رو کشیدیم بیرون. فکر کنم تنها باریه که حس کردم که به درد جامعه خوردم. تونستی نجاتش بدی؟ تونستم یه نفر رو نجات بدم. احساسی که با آدم دست میده بسیار زیباست. من نمیدونم حدود 26-27 سال از این واقعه گذشته. هیچ وقت گریه کردی؟ چندین بار. در رابطه با کار؟ چندین بار. با صحنه هایی که؟ چندین بار. در عراق، در قبرستان گفتی. زندانیان بله. عراقی. هفته پیش در برنامه صحبت هم بود. در کوزوو موقعی که وسط مردم بودم، در بوزنی موقعی که یه بمبی افتاد، یه میدونی در شهر مستار که کودکان بازی میکردن، بچه هایی که روز قبلشون آب نبات داده بودم. من در زمان جنگ بوزنی مقرم سارایوو نبود بلکه مستار بود، به خاطر اینکه با مطبوعات اسپانیا کار میکردم و فرماندهی اسپانیا و منطقه زیر کنترل داشت، و توی مستار زمان منو صدا میکردن احمد شکلات، چون من همیشه بنا به پیشنهاد یک رفیق روانشناسم ماشینم پر شکلات بود، چون میگفت اینکه این بچه ها دندوناشون بریزه بخاطر این شکلات آب نبات بهشون زیاد میده تو این جنگ مهم نیست، چون دندون مصنوعیش وجود داره، روح مصنوعی رو هنوز نساختن، باید شاد باشن. من کارم این بود که هر بار با ماشین رد میشدم، حتی اگرم وقت نداشتم بیستم، از پنجره میتو واسه این بچه ها آب نبات یا شکلات شیرینی میدادم، و اسم من رو گشته بود اونجا، چون همه میشناخته من، بعدم واسه شون آسون بود، احمد بود، اونام احمد دارن، چون مسلمه، اسم من بود احمد شکلات. احمد، بچه ها تو رو خیلی متاثر میکنن توی این جنگ ها، توی این... برای که بیگناه ترین افرادن، هیچ گناهی ندارن، و یکی از قربانیان جنگ ها نگاه کنین، بعد این جنگ ها در خارج شهرها صورت میگرفت، جنگ های تاریخی که آدم میخونه، الان در وسط شهره، الان در جنگ انتحاری میره جلو مدرسه در بغداد، خودشو منفجر میکنه، کودکان هیچ تقصیری نداره. بنابراین ممکنه
آدم سالمندی گناهی مرتکب شده باشه علیه کسی که امروز می جنگه فلان نرفا، ولی کودکان به هیچ وجه تقصیر ندارن و ویکتیم یا هدف نگاه کنین آمار جنگ ها بسیار کودک کشته میشن و یکی باید من همیشه این سوال واسه من مطرح بوده، چرا اینا چی کار کردن؟ پدرانشون شاید اشتباه کردن، پدر بزرگانشون، جدشون، اجدادشون، اینا چی کار کردن؟ چرا اینا باید بهای این انتقام جویی ها یا این درگیری ها رو بدن؟ تو خبرنگار جنگی هستی، سالها جنگ رو دیدی، میتونی با جنگ توافق داشته باشی؟ نه، من چون جنگ رو دیدم میدونم جنگ یعنی چی، نمیتونم داشته باشم. ولی یک مسئله رو باید بگم، در بعضی مواقع یک جنگ میتونه جلوی 10 جنگ رو بگیره. میفهمم. اگر در 10 قبل از جنگ، 10 قبل از جنگ در کوزوو، زمانی که آقای میلوسویچ اون زمان رئیس جمهور سربستان و نه یوگسلاوی تصمیم گرفت که استقلال کوزوو، خودمختاری کوزوو رو منحل کنه، اون موقع کسی یه اقدام نظامی میکرد، اون فاجعه که ما در بوزنی، کرواسی، اسلوونی، مقدونیه، کوزوو دیدیم هرگز نمیدیدیم. حتما همینطوره. جنگی که 10 بعد کردند، ناتو رفت بمباران کرد. همین کارو 10 قبل کرده بودن، یعنی با خشونت جلوی آقای میلوشویچ گرفته بودن، ما شاهد مردن چند صد هزار نفر نبودیم. در خاتمه به ایران برمیگردیم. خب هرگز سیستم و نظام امروزین سیستمی نبود که تو برای مردم کشورت بخوای و نیست. عنوان احمد رفعت، نه خبرنگار نه تحلیلگر، چی میخوای برای ایران، برای مردم ایران؟ اون چیزی رو میخوام که خیلی از مردم جهان میخوان و خیلی هم دارن، سیستمی عادلانه، سیستمی که ثروت عادلانه تقسیم میشه، سیستمی که عدل درش حکومت داشته باشه، حقوق هیچ کس به خاطر وابستگی قومی، وابستگی سیاسی، وابستگی مذهبی یا جنس و رنگ و بوش با دیگری تفاوت نداشته باشه، سیستمی که کشوری که بشه آزادانه در امنیت و در عدالت، چه اجتماعی و چه سیاسی، تمام مردمش در کنار هم زندگی کنن. ما نباید فراموش کنیم که ما در کشوری کسی رو ملل زندگی میکنیم، کسی رو زبان زندگی میکنیم، کسی رو مذهبه. ایران یه موزاییکه و این مسئله که بسیاری منفی بهش مینگرن، به نظر من تمام قدرت ایران، ثروت ایران در اینه. ما یکی از غنی ترین فرهنگا رو داریم، چون تو کشورمون به چندین زبان صحبت میشه، به چندین زبان نوشته میشه، به چندین زبان ادبیات داریم، چندین و چند مذهب داریم، افراد مختلف از هزاران سال در کنار هم زندگی میکنن. شما حساب کنین یهودیان به اروپا 500 سال پیش اومدن، ما 5000 سال یهودیان تو ایران زندگی میکنن. باید باعث افتخار باشه که ما 5000 سال یهودی داریم. خب زردشتیان که مملکت خودشونه، کرد، بلوچ، آذری، نمیدونم، من تاریخ نویس نیستم، مورخ نیستم، خواننده بسیار مستمر کتابای تاریخ نیستم، ولی از تا اون حدی که در دبیرستان کتابای تاریخ خوندم از همیشه اونجا بودم. خب این ثروت فرهنگی رو خیلی کم کشورهای دیگه دارن که تک زبون و تک مذهب و تک ملیت. اینو ما تبدیلش کردیم به یک دلیل نفاق و جدایی. این با دلیل همبستگی و
به قول معروف رنگین شدن سفره دل من باشه. به عنوان ایرانی در مقابل خارجی ها افتخار میکنم بگم من از یک کشور میام که این موزاییک که در کنار هم این همه فرهنگ داره زندگی میکنه، این همه زبون صحبت میکنه. من اگر برگردم عقب سنم جا بتونم صفحات شناسنامه رو عقب برگردونم، میرم تمام زبون هایی که تو ایران صحبت میکنن یاد میگیرم، برای اینکه این امکان رو دارم یاد بگیرم، بقیه ندارن. من به این ترکیب ایران افتخار میکنم. فوق‌العاده است احمد عزیز. من از طرف دیگران صحبت نمی کنم. من هم به داشتن احمد رأفت، نه فقط امروز در این استودیو، به بودن احمد رأفت ببخشید، در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خود بود ایرانی ها افتخار میکنم. خوشحالم که احمد رأفت رو داریم، انسانی رو داریم که در کار خودش به عنوان یک ژورنالیست با تمام اندیشه و قلب خودش نگاه میکنه و حضور داره، و انسانی که همه آرزوهاش فقط برای خودش نیست، آرمانهای انسانیش فقط برای خودش نیست، با دیگران نیز تقسیم میکنه. سپاسگزار از اینکه در این برنامه، اونم آغازین برنامه آزمونی ما شرکت کردید. اون البته باعث خجالت برای من، من فکر نمیکنم که نه فعالیتام نه خودم به عنوان فرد اینقدر ارزش داشته باشم که یه برنامه به من اختصاص داده بشه، اونم شماره اولش. باز خجالت درست. اصلا اینطور نیست. سپاسگزار. امیدوارم همیشه باشی و باز هم با هم صحبت ها داشته باشیم. به امید دیدار مجدد در تلویزیون کیش تیشک.